بازگشت مجدد به جبهات نبرد، اسارت و نجات از زندان. امیر اسماعیل خان که نخواسته بود با شعله‌ور ساختن جنگ در داخل هرات این شهر به ویرانه مبدل گردد، بعد از مدت کوتاهی بنا به تقاضاهای پیاپی مردم هرات وارد جبهه نبرد گردیده و به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کرد که با آتش کشیدن حدود 103 اراده از تانک ها و وسایط نظامی طالبان در منطقه سنگ آتش از بارزترین پیروزی های او در این دوره به شمار می رود. اما با کمال تأسف درست در ایامی که مردم هرات به انتظار آزادی دوباره شهرشان لحظه شماری می کردن، در طی یک توطیه ناجوان مردانه به تاریخ 28 ثور 1376 توسط ملیشه‌های بدنام و بقایای منفور رژیم کمونیستی به رهبری جنرال عبدالملک اسیر گردیده و به طالبان تسلیم داده شد و به جرم مبارزه در راه آزادی و استقلال کشور خود مدت 3 سال را در اسارت سپری کرده، سرانجام در صبحگاه 7 حمل 1379 هجری شمسی خداوند جل جلاله او را در نجات از اسارت یاری کرد که با نجات وی شور و شادی خاصی قلوب همه افغانها را در سراسر دنیا فرا گرفت که با برگزاری مراسم شادی و شکرگزاری از آن تجلیل نمودند. اسماعیل خان در اولین پیام خود بعد از حدود 3 سال اسارت بار دیگر فریاد صلح و تفاهم و قطع جنگ را بلند کرد و ضمن ایجاد حرکت جبهه صلح با بیان نقطه نظرات خود طرح جدیدی را ارائه کرد که در آن از ملل متحد دعوت به عمل آمده بود تا منطقه های آزاد شده از کنترل طالبان را مناطق صلح اعلان کنند. آغاز مبارزه مجدد در دوران مقاومت. از آنجایی که طالبان با صلح و تفاهم علاقه نشان نمی دادند، او بار دیگر به گشودن جبهه وسیعی در قلب مناطق تحت نفوذ طالبان مبادرت ورزید و با وجود خستگی ها و رنج های 3 ساله اسارت با حرکت بی نظیری در تاریخ مبارزات آزادی خواهی ایثار و شهامت خیش را در راه دفاع از سرزمین خود به اثبات رسانید. او این بار با عبور مخفیانه از خطوط دفاعی و مناطق تحت تصرف طالبان و با پیمودن یک فاصله حدود 1000 کیلومتری در عمق مناطق آنها به گشودن جبهه جدیدی پرداخت که باعث حیرت تحلیلگران نظامی و صاحب نظران سیاسی در امور افغانستان گردید. امیر اسماعیل خان این دور از مبارزه را با 21 تن از یاران خود که با هم تعهد قرآنی نموده بودند آغاز کرد و ابتدا از مشهد عازم تاجیکستان شده و از آنجا وارد بدخشان گردید و در ادامه آن بدخشان را به صوب پنجشیر ترک نمود. اسماعیل خان بعد از یک هفته توقف در دره زیبای پنجشیر این منطقه تاریخی را در حوالی ساعت 3 شب به وسیله یک فروند از هلیکوپترهای قوای هوایی افغانستان ترک نموده و با پرواز از فراز کوهپایه‌های سر به فلک کشیده سالنگ حرکت خود را به جانب منطقه بلخاب در ولایت سرپل آغاز نمود، تا اینکه قبل از طلوع آفتاب در دره بلخاب پیاده گردیده و از آنجا سفر خود را از طریق ولایت بامیان به جانب ولایت قورات ادامه داده و مقاومت در برابر نیروهای طالبان را آغاز و اساس گذاری نمود. اسماعیل خان و یارانش بعد از 4 ماه نبرد و مقاومت دلیرانه و بعد از فتح مناطق وسیعی در ولایت قورات وارد ولایت بادغیس گردیده و بعد از یک نبرد 2 ماهه موفق به آزادی کامل این ولایت می‌گردند. در این زمان بود که مجاهد مردان هرات به رهبری امیر محمد اسماعیل خان تعرض خیش را از 3 استقامت به جانب هرات آغاز می نمایند که منجر به آزادی مجدد هرات گردیده و اسماعیل خان بعد از ورود فاتحانش به شهر هرات در میان استقبال و حمایت بی نظیر مردم بار دیگر به عنوان والی و بزرگ هرات برگزیده می شود. خدمات در عرصه های بازسازی و نوسازی. اسماعیل خان در دوران کار خود به حیث والی هرات خدمات فراموش ناشدنی و بزرگی را انجام داد. ایجاد تشکیلات منظم اداری، تأمین امنیت، تنظیم قطعات نظامی و بازسازی های همه جانبه در هرات از دست آورد های بزرگ وی به شمار می آیند. ساخت تعمیر جدید پانتون هرات، اعمار تعمیر جدید کتابخانه عامه
احداث تعمیر جدید موزیم ملی، اعمار تعمیر بزرگ مرکز تجارت، اعمار تالار 5000 نفری، اعمار هتل 5 ستاره و چندین هتل دیگر در مناطق توریستی و دیدنی هرات، اعمار منظر جهاد، اعمار خانه جهاد، اعمار گمرک جدید هرات، ساخت باغ ملت و پارک‌های تفریحی دیگر، اسفالت جاده‌های شهر، کانالیزیسیون سیستم آب شهر، بهبود خدمات تلفن، تمدید برق ایران و ترکمنستان به هرات، ساختن شهرک صنعتی، تنویر ولسوالی‌های هرات، توجه در اعمار و ترمیم شفاخانه ها و کلینیک ها، مرمت اسفالت سرک هرات قندهار از شندن تا ترخندی، ساخت مرکز فرهنگی خواهران برای مجالس و فاتحه های زنانه، اعمار غسلخانه ها در نقاط مختلف شهر، اعمار مجتمع اداری هرات با ظرفیت چندین بلاک جهت استفاده ادارات دولتی، تطبیق ماستر پلان شهری، ساختن دروازه ورودی به هرات در منطقه میرداود و منظور کنترل ترانسپورت را می توان به عنوان نمونه های بارزی از بازسازی در ولایت هرات نام برد که به امیر اسماعیل خان شایستگی اعطای لقب سردار بازسازی در کشور را داده است. از ایجاد مرکز مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، تأسیس مرکز بازتوانی و بازپروری برای تداوی معتادین، تأسیس حمایت خانه های مردانه و زنانه جهت مراقبت از افرادی که در اثر تکلیف های عصبی در شهر و بازار باعث زحمت خود و دیگران می شدند، احیای مرستون و جانشین ساختن کشت زعفران به عنوان بدیل کوکنار را می توان به عنوان توجهات مزید او در مورد رسیدگی به مشکلات عمومی و وضعیت مردم مستحق و مستمن نام برد. در نتیجه همین موفقیت ها و دستاورد های کم نظیر مجاهدین بود که هرات در اندک زمان از یک شهر ویرانه که از حکومت کمونیستی به جا مانده بود به یک شهر رو به توسعه مبدل گردیده و به سوی ترقی و شکوفایی گام برداشت. بدیهی است که این همه موافقیت ها، محبوبیت ها و آزادگی ها رشک و حسادت آنان را که در راه تأمین صلح، گسترش بازسازی و کسب حمایت مردم دست آورده نداشته باشند و خود را بر مردم تحمیل نمایند برمی انگیزد. به همین علت است که وقتاً فوقتاً کمیری ها نسبت به امیر اسماعیل خان تا به حدی به پیش رفته است که حتی
فرزند ارشدش نیز در نتیجه چنین حسادت‌های ناجوان مردانه و تاریخ دوم حمل سال 1383 به شهادت رسیده است. شهادت فرزند دانشمندش قلوب همه هممیهنان به خصوص قلب و روان هراتیان را داغدار ساخت و بر نبود او همه از پیر و جوان در شهر اولیا اشک اندوه و تأثر ریختند. اسماعیل خان در مراسم خاک سپاری فرزندش در جوار پیر هرات یعنی حضرت خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه خطاب به مردم هرات گفت: از آوان قیام 24 هوت هرات باستان هر جوانی را که شهید شده است من همانند فرزند خود می دانم. وزیر انرژی و آب تلاش های اسماعیل خان در راه تأمین امنیت و حرکت به سوی شکوفایی و سازندگی باعث گردیده تا لقب سردار صلح و بازسازی را در میان مردم کشور ما کمایی نماید. بر اساس همین ابتکارات و موفقیت ها بود که حکومت مرکزی افغانستان لازم دید که وی را به سمت وزیر انرژی و آب در کابینه کشور برگزیند تا پایتخت و ولایات دیگر مملکت نیز از ابتکارات و خدمات وی مستفید گردیده بتوانند. او در روزگار بهیس وزیر انرژی افغانستان برگزیده شد که کابل لقب پایتخت تاریک جهان را برای خود اختصاص داده بود. اما اکنون از برکت زحمات و تلاش‌های خستگی ناپذیر این مرد مدبر وطن نه تنها کابل بلکه اکثریت ولایات افغانستان حتی بیشتر از آنچه که محدودیت های فراوان امنیتی، اقتصادی و زمانی اجازه داده از نعمت انرژی و آب برخوردار گردیدند. اسماعیل خان در دوران وظیفه‌اش در وزارت انرژی و آب با مطالعه پروژه های اساسی و ارائه طرح‌های بنیادی در راه ایجاد بندهای برق و استفاده از آب‌های کشور پرداخت و با جذب کمک‌های مؤسسات بین المللی در راه مطالعه، بازسازی و اعمار بندها همراه با احیای مجدد کانال‌ها و دستگاه‌های تولید برق گام‌های مؤثر و سازنده برداشته شد. افتتاح بند شاوروس، افتتاح نهر لشکری، ترمیم اساسی بندهای نقلو، سروبی و مایپر، نصب دستگاه‌های دیزلی در شهر کابل، سروی بندهای کلگی و کوکچه، بازسازی بند دهله در کندهار، فعال نمودن برق حرارتی در خیرخانه و دشت چمتله، اعمار بند کمالخان در نیمروز، تمدید برق در شهرهای مزار شریف و ولسوالی مارمول، ساختن سبستیشن شهر خلم، تکمیل نمودن برق ایبک، بازسازی بندهای اول و دوم پل خمری، مطالعه و ساختمان برق خان‌آباد، قرارداد انتقال برق ولسوالی های خان‌آباد، کشم و شهر فیض‌آباد، قرارداد انتقال برق از کاپیسا به نجراب، قرارداد احیای مجدد کانال سیاسنگ در قور، تهداب گذاری کانال ولسوالی نرنگ در ولایت کنر، ایجاد سب استیشن ننگرهار، مطالعه 16 بند بزرگ ذخیره آب در 5 حوزه دریایی کشور، قرارداد دیزاین و ساختمان بند مچلقو در ولایت پکتیا، ساخت بند ذخیره پاشتان در هرات، تحکیم سوایل دریای امو در ولایت‌های تخار، کندوز، بلخ، جوزجان و بدخشان، نصب 110 استیشن هیدرولوژی و قرارداد 111 بند کوچک در ولایات مختلف کشور، بازسازی شبکه های برق گلبهار، چاریکار و جبل السراج، نصب میکروهیدل ها در آجر بامیان و چارده قربند همراه با مناطق چمکنه و پارنده در پنجشیر، انکشاف ظرفیت برق بند کجکی به حدود 5 برابر، مطالعه 22 بند در ولایات فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ و سمنگان، تنظیم و انکشاف پروگرام حوزه دریای 5 آمو، توسعه شبکه برق قندهار، اعمار بند برق سلمه در هرات، تمدید لین برق به بادغیس، همراه با ایجاد شبکه‌های توزیعی در شهرهای دوشی و خنجان.
اسماعیل خان در دوران تصدی وزارت انرژی به سفرهای زیاد وظیفوی به منظور جلب مساعدت‌های بین المللی و تثبیت موقف افغانستان در میان جامعه جهانی پرداخته که از جمله میتوان از شرکت در اجلاس کاسا 1000 در دبی، شرکت در دومین جلسه وزرای انرژی سازمان همکاری های اقتصادی ایکو، شرکت در اجلاس ریاض در سال 2011، شرکت در 13 اجلاس گردهمایی وزرای انرژی جهان IEF در کویت در سال 2012 و شرکت در اجلاس سه‌جانبه وزرای انرژی افغانستان، ایران و تاجیکستان نام برد. محبوبیت در میان مردم افغانستان. امیر محمد اسماعیل خان از محبوبیت خاصی در میان مردم افغانستان برخوردار است و علاقمندی هر کسی به نحو خاصی نسبت به او منعکس می‌گردد. نمونه های بارز محبوبیت امیر محمد اسماعیل خان را میتوان در میان مردم شهر، در هنگام نماز، در هنگام سفر، با لقب پدر بزرگوار، با لقب شهزاده غرب افغانستان، در میان رهبران کشور، در استقبال قهرمان ملی افغانستان از او در کابل، در سفر به ولایات شمال و جنوب مملکت، در سفر به خارج از کشور و در میان نظریات رجال و رهبران دینی، جهادی، سیاسی، فرهنگی و ملی افغانستان نسبت به وی جستجو. در میان شهر وقتی امیر اسماعیل خان در میان شهر به تردد می پردازد، مردم با سردادن نعره‌های تکبیر و نثار گل مقدم او را گرامی می دارند و این گونه به ابراز احساسات می پردازند. در هنگام نماز حضور در نمازهای جمعه یکی از مواقع دیگری می باشد که زمینه ملاقات و دیدار مردم با امیر اسماعیل خان را مساعد می سازد و مردم به تبارز احساسات و علاقمندی خود نسبت به وی می پردازند، طوری که بعد از ادای نماز عید در مسجد خرقه مبارکه محبت و احساسات خود را نسبت به وی به نمایش گذاشتند. در هنگام سفر علاقمندی مردم نسبت به اسماعیل خان بیشتر از هر وقت دیگر برجسته می گردد. ابراز احساسات مردم در هنگام سفر امیر محمد اسماعیل خان از هرات به کابل نمونه ای از این علاقمندی ها می باشد که در مسیر راه میدان هوایی هرات و در میدان هوایی هرات منعکس گردیده است.
با لقب پدر بزرگوار. اسماعیل خان is the great father, but that's not his official title. روز ملاقات عمومی با مردم ابتکار کم نظیر دیگر است که نمونه آن تا کنون کمتر در کشور ما تکرار شده است. او در دورانی که والی هرات بوده روزهای پنجشنبه در سالون بزرگ ولایت می نشسته و ورود همه مردم اهم از زن و مرد در آن روز آزاد بوده است. اکثرا تعداد زنان و مردان مراجع کننده قرض دادخواهی و اخذ کمک روزانه تا حدود 1,000 نفر نیز می رسیده است. مسیو لیمینگ نویسنده انگلیسی این عمل اسماعیل خان را با خان خیوه مقایسه می کند و می گوید که در تاریخ آمده است که خان خیوه در قرن 19 میلادی هم همین گونه در یک سالون کلان در مقابل همه مردم می نشسته و به مشکلاتشان رسیدگی می کرده است. با لقب شهزاده غرب افغانستان. وقتی خبرنگاری از غرب افغانستان گزارش به ارتباط امیر اسماعیل خان تهیه می کند، از او به عنوان شهزاده غرب افغانستان نام می برد و در مورد محبوبیت او چنین می گوید: They call him the Prince of the West. Ismail Khan hasn't been the governor here in Herat for almost 5 years, but he's still almost certainly the most important man in the western part of Afghanistan. We joined his convoy as he drove through the street. Ever since the start of the war against the Soviet Union, Ismail Khan has been one of the most influential figures in this country. He remains an important power broker. Here, presenting certificates to female students at a madrasa, Khan still has an official position. He's the Minister of Water and Electricity in President Karzai's cabinet. It's not clear if he'll keep that role after August's elections. But there's no doubt whoever's the next president will need to pay heed to the views of the man nicknamed the Lion of Herat. James Bay's Al Jazeera. در گزارشی از تلویزیون جرمنی. تلویزیون جرمنی گزارش خود در مورد هرات و امیر اسماعیل خان را به این شهر منتشر نموده است. Als ich den Mann auf dem Pferd das letzte Mal sah, trug er keinen langen weißen Bart, sondern einen schwarzen rebellischen Schnäuzer. Das ist 22. Morgendlicher Jubel über den Besuch eines Siegers. Ismail Khan hatte der sowjetischen Besatzung eine schlagkräftige Guerillatruppe entgegengestellt. Als die Sowjets 1989 abziehen, wird er durch Verrat gerät Ismail Khan in ihre Hände. Nach 3 Jahren gelingt ihm eine abenteuerliche Flucht. Und mit amerikanischer Hilfe im November 2001 jagt er die Taliban davon. Nach dem Lernverbot unter den Taliban ist in der Mädchenschule jeder Stuhl besetzt. Konvoi des Gouverneurs noch zu... Vor einer Moschee erwarten Dorfbewohner den hohen Gast. Ismail Khan begrüßt die Heimkehrer höchstpersönlich. Sie überschütten ihn mit Fragen. Können wir in unser Dorf, in unsere Stadt zurück? Ist es da sicher? Kriegen wir unseren Besitz wieder? Der Gouverneur verspricht es nicht nur, er gibt es ihnen sogar schriftlich. Khan's palatial jihad guesthouse looks out over the town from the heights. The residence is luxuriously appointed and provides a welcome respite from the summer heat. The walls are decorated with scenes from the jihad against Soviet occupation forces. I conducted an extensive interview with Khan. Beforehand, we haggled over the content like a buyer and seller at the local bazaar. I pointed out that over the last 2 years, Khan's critics in the Western press have described him as a warlord, even a warmonger.
We had to defend ourselves against the communist occupiers and the terror of the Taliban. We were successful. Back then, journalists called us national heroes. But as soon as we drove the forces of evil from our country, the press stopped handing out medals. Nowadays, they insult us and slander us as warlords. A delegation from Germany has arrived at Khan's office for an official visit. At the time of this meeting, the German Foreign Office was looking into the possibility of establishing some sort of diplomatic representation in Herat. Later, three diplomats arrived to start work. Germany is playing a lead role in the reconstruction of Afghanistan. Foreign Minister Joschka Fischer says this includes rebuilding the educational system and creating stable government institutions. Ismail Khan is working hard to establish an order that will provide security, jobs, and education for the people of his province. Indeed, that's what he wants to see for all of Afghanistan. Khan is certainly not a Democrat in the Western sense of the word, but many Afghans respect him for his integrity and his energetic commitment to making life better for people. At the end of my visit, I asked Khan what keeps him working at such a feverish pace. He said his inspiration comes from Afghanistan's long and costly struggle for freedom. He believes that those who perished in that struggle should not have died in vain.